نبرد آخر از زمان بین ماشین ها و منجی بشریت. گلاسیا سلام، اولا که من چند روز نبودم ببخشید، مسافرت بودم و الان یه خورده سرما خوردم، صدام گرفته. امیدوارم حال همتون خوب باشه. امروز فیلم ماتریکس 3 رو می‌خوایم با هم ببینیم و این تریلوژی تموم میشه. قسمت 4ش هم بد نیست، اما خب شاید الان بعدا بذارم، ولی فعلا بدون که با این سه تا داستان اصلی فیلم تموم شده و به نظرم خیلی هم خفنه، نیازی نبود 4 رو بسازن. ماتریکس 3 میاد بزرگترین نبردی رو نشون میده که بین انسان‌ها و ماشین‌ها شکل گرفته و برای تموم کردن این جنگ همیشگیه. بریم هم ببینیمش. حواستون به اسپویل و کامل صحنه‌های خشنشم باشه. با شروع فیلم به آخر قسمت قبلی میریم. نئو همچنان بیهوش و روی تخت کناریش مردی به اسم بین توی کماست. بین همونیه که توسط مأمور اسمیت از خود ماتریکس تسخیر شده. یکی از اعضای تیم در حال بررسی ماتریکسه و خبر عجیبی رو به ترینیتی میده. اینکه توی ماتریکس یه نفر دقیقاً با ویژگی‌های نئو وصل شده، با اینکه نئو اصلاً ماتریکس نرفته. همین لحظه مورفیوس تماسی از طرف پیشگو میگیره که سری باید بره اونجا. حالا نئو رو میبینیم. وقتی چشمشو باز میکنه توی ایستگاه قطار و دختر بچه‌ای به اسم ساتی بهش لبخند میزنه. نئو میپرسه اینجا کجاست و ساتی میگه قطار این ایستگاه من و خانواده‌ام میخواد به ماتریکس برسونه. نئو میگه پس من چی؟ و ساتی میگه مرد قطاری نمیذاره سوار شی. مورفیوس و ترینیتی به دیدن پیشگو میرن که حالا قیافش عوض شده و توضیح میده که دفعه قبل مراوینجیان یا همون کسی که قاچاق برنامه‌های ماتریکس رو میکرد نابودم کرد و دوباره با یه برنامه جدید متولد شدم. به مورفیوس میگه که نئو توی جایی بین ماتریکس و دنیای واقعی گیر کرده، جایی که توسط یه برنامه غیر قانونی به اسم مرد قطاری کنترل میشه. اون هر وقت بخواد بعضی برنامه‌های آدم‌ها رو به ماتریکس قاچاق میکنه یا از جای براتشون بیرون. از اونجایی که مرد قطاری هم تحت نظر مراوینجیانه، نمیذاره نئو خارج شه و خیلی تو خطره. برای همینم مورفیوس، ترینیتی و بادیگارد پیشگو به اسم سراف به سمت ایستگاه قطار میرن تا نئو رو پیدا کنن. نئو رو میبینن که با پدر و مادر ساتی هم آشنا میشه. میفهمه هر دوی اونها یه برنامه بزرگ توی ماتریکسن. منتها دخترشون ساتی از وقت تولد استعداد خاص نداشته و برای همینم ماتریکس به عنوان یه فایل اضافی حذفش کرده. پدر و مادرم از مراوینجیان کمک خواستن تا ساتی رو به ماتریکس برگردونن. مورفیوس و تیمش به پیش مرد قطاری میرسن، اما قبل اینکه بگیرنش موفق بشه فرار کنه. وقتی قطار به ایستگاه نئو میرسه، مرد قطاری هم ازش پیاده میشه و با مبارزه ساده جلوی نئو رو میگیره که نتونه سوار شه. نئو میدوکه پر روی قطار، اما میفهمه تلاشش بیهوده است چون مدام از جای قبلی سر در میاره و انگار توی چرخه گیر کرده. مورفیوس و تیمش هم که نتیجه نگرفتن به پیش مراوینجیان میرن، بلکه از این طریق راهی پیدا کنن. بعد مبارزه با نگهبانان شروع به صحبت میکنن. مراوینجیان میگه فقط در صورتی حاضرم بهتون کمک بکنم که بعداً پیشگو رو برای من بیارید. اما ترینیتی حاضر نمیشه و دعوای دیگه ای شروع میشه. لحظه آخر اسلحه‌اش روی سر مراوینجیان میگیره. نگهبانم اسلحه روی سر مورفیوس و سراف گرفته. ترینیتی میگه یا بگو نئو کجاست یا هممون میمیریم و مراوینجیان در آخر جاشو لو میده. خیلی زود میرسن و ترینیتی موفق میشه نئو رو نجات بده و بالاخره بیارتش تو ماتریکس. نئو هم سعی میره به دیدن پیشگو و ازش کمک میخواد. میپرسه که چجوری بدون وصل بودن سیم به خودم تونستم بیام توی ماتریکس. در مورد قدرتش توی دنیای واقعی هم صحبت میکنه که تونسته بود ماشین ها رو متوقف کنه. پیشگو میگه منبع اصلی ماتریکس طوری ساخته شده که فرد برگزیده رو خیلی قوی میدونه و قدرتی فراتر از تصور بهش میده. بعد دیگه توی دنیای واقعی هم به قدرت‌های ذهنی طرف تبدیل میشه. تو با مغزت میتونی موج‌هایی رو تولید کنی که ماشین‌ها رو کنترل کنه و به راحتی بیای توی ماتریکس یا بری بیرون. نئو حرفا که تو قسمت قبلی از معمار شنیدم میگه و میپرسه واقعا تنها شهر آدما یا همون زایان قراره امشب نابود شه. پیشگو میگه نباید به حرفای معمار اعتماد کنی. اون یه هوش مصنوعیه، هوشی که اصلا حق انتخاب نداره و نمیدونه آزادی انتخاب یعنی چی. توی ذهن اون زایان نابود میشه و گزینه دومی هم وجود نداره. نئو میپرسه تو چرا انقدر کمکم میکنی و اونم میگه منم مثل تو میخوام این جنگ ها تموم شن. نمیدونم چطوری جلوی نابودی زایان رو باید بگیرم، اما میدونم که باید کجا بری تا حداقل تلاشتو کنی. نئو میپرسه کجا و پیشگو میگه خودت میدونی کجاست، اما یادت باشه که اگه شکست بخوری هممون تا فردا از بین میریم. هر چیزی که یه نقطه شروع داشته باشه یه نقطه پایان هم داره. ماتریکس هم همینطوره. مأمور اسفیت مثل یه ویروس فوق قوی شده و هیچی نمیتونه جلوشو بگیره. اون میخواد ماتریکس رو از بین ببره، برن دنیای واقعی رو.
نئو میگه مأمور اسمیت اصلا چی هست؟ پیشگو هم میگه بر اساس همه معادلات ریاضی دو طرف باید برابر بشن. وقتی تو یه فرد برگزیده برای آدمهای خوبی، اونم یه فرد برگزیده برای آدمهای شیطانیه. دقیقاً نقطه مخالف حمید. همین لحظه مأمور اسمیت به ساختمون میرسه و نئو با کمک ترینیتی از ماتریکس میبرتش بیرون، در حالی که اسمیت میاد تو و با ساتی همراه سراف یا همون بادیگارد پیشگو روبرو میشه. خیلی ساده بدن هر دو رو تسخیر میکنه و اونام به یکی شبیه خودش تبدیل میشن. میرسن به پیشگو. اسمیت اصلی سعی میکنه بدن پیشگو رو هم مثل بقیه تسخیر کنه، منتها این بار خیلی سخت‌تره، ولی در آخر موفق میشه و حالا با داشتن قدرت پیشگو میتونه آینده رو هم ببینه، چیزی که باعث میشه با صدای بلند بخنده. میان به دنیای واقعی و بین از کما بیرون میاد. همه میخوام بفهمن چه بلایی سر سفینه این مرد و همتیمیاش اومده، اما میگه که من هیچ یادم نیست و این برادرش به قسمت پزشکی تا بهش دارویی بزنن. چند تا از فرمانده های باقی مونده هم بالاخره سفینه نایوبی رو یکی از کاپیتان ها که تو قسمت قبل دیدیم پیدا میکنن. گروهی برای نجاتشون میرن و مورفیوس این کاپیتان رو پیدا میکنه. نایوبی میگه که این ماشین ها سفینمون رو خاموش کردن، اگه با سفینت رو کمک کنید میتونم دوباره روشنش کنم. این در حالیه که توی شهر زایان جلسه دیگه تشکیل شده و فرمانده شهر یعنی فرمانده لاک میگه اگه ماشین ها وارد شهر بشن هیچ احتمالی نیست که زنده بمونیم، باید قبل ورود شکستشون بدیم و جلوی ربات های بزرگی که میخوان راه ورود باز کنن بگیریم. یه لحظه زنی به اسم زی رو میبینیم. زی همسر کاپیتان کشتی مورفیوس تو قسمت قبلی یعنی لینکه. در حال ساخت یه سری موشک تا با تیم فرمانده لاک برای مقابله با ماشین ها برن. یه پسر نوجوانم هست که از قسمت قبلی هی دنبال نئو و اونو مثل خدا میبینه. اونم مسئول رسوندن مهمات به سربازها میشه. برمیگردیم به خارج شهر، جایی که فرمانده ها نایوبی رو نجات دادن و حالا یه جلسه ای تشکیل دادن. کاپیتان رولاند رهبری این گروه رو به عهده گرفته. مشکل اینه که غیر ممکنه قبل ماشین ها بتونن به شهر برگردن. از طرفی چون دروازه های شهر هم بسته است، باید از یه راه پرپیچ و خم برگردن و تقریبا غیر ممکنه. اما کاپیتان نایوبی میگه من میتونم سفینه رو به اونجا برسونم. نئو وارد جلسه میشه و میگه راه حل رو فهمیدم. همه تعجب کردن و نئو میگه من باید به مرکز فرماندهی ماشین ها تو دنیای واقعی برم. فرمانده رولاند میخنده چون هیچ کی تا به حال نتونسته حتی از اونجا رد شه، اما نایوبی میگه میتونی از سفینه من استفاده کنی چون من بهت باور دارم. یه لحظه هم به قسمت پزشکیش اینجا میریم. دکتر میخواد دارویی به بین بزنه، اما اون که تحت کنترل اسمیت با ضربه دکتر رو میکشه. نئو سفینه نایوبی آماده به حرکت میکنه. ترینیتی هم میگه منم همراهت میام چون میخوام لحظه آخر زندگیم کنار تو باشم. بعد خداحافظی غم‌انگیز با مورفیوس همه فهمیدن که دیگه راه برگشتی نیست. دوتای سوار سفینه میشن و راه میفتن. صدایی میاد از عقب سفینه میاد و ترینیتی میره که بررسیش کنه. بین یواشکی اومده داخل و با حمله به ترینیتی اونو بیهوش میکنه و میندازه توی موتورخونه. میره سراغ نئو و اسلحه سمتش میگیره. با صحبتاش نئو میفهمه که مأمور اسمیت کنترلش رو دست گرفته. ترینیتی هم همین لحظه به هوش میاد و موفق میشه برقهای داخل رو قطع کنه. نئو هم بعد یه جا خالی موفق میشه بین رو زمین بزنه، اما خب کافی نیست چون بین با وصل کردن سیم لختی به چشمای نئو جفت چشماشو کور میکنه. حالا نئو هیچی نمیبینه غیر از بین. بین توسط یه برنامه از ماتریس کنترل میشه و نئو هم میتونه همه چیزهای کامپیوتری رو به راحتی حس کنه و به راحتی اون رو شکست میده. ترینیتی میاد بالا و با دیدن چشمهای نئو به هم میریزه، اما نئو میگه نگران نباش و از الان باید خودت سفینه رو هدایت کنی. یه سر به زایان میریم. سربازها و فرمانده ها سوار ماشین های جنگ شدن و خط دفاع شهر رو تشکیل دادن. زی و دوستش هم با چند نفر دیگه موشک های آماده کردن تا از طرف دیگه به ماشین ها حمله کنن. چند دقیقه بعد زمان حمله میرسه. یه ماشین بزرگ سقف شهر رو میشکنه و صدها ماشین میان داخل. نبرد سختیه و زی و دوستش هم مسئولیت نابودی ماشین درلو به عهده گرفتن که داره سقف دفاعی شهر هم میترکونه. با یه شلیک موفق میشن قسمتش رو ببرن که خیلی آسیب میبینه. بقیه ماشین‌ها هم متوجه زی میشن و حالا میرزن دنبال اون و دوستش. از طرفی ماشین درل بالاخره زمین میخوره و همه فریاد شادی میکشن، اما چند لحظه بعد یکی دیگه ازش میاد. دوباره زی و دوستش مجبورن سمت دیگه ای برن تا اونم بزنن، اما دیگه ماشین‌ها متوجه نقششون شدن و جلوی رسیدن موشک‌ها رو میگیرن. با حمله بعدی به این دو نفر دوست زی گیر میفته و جونش رو از دست میده. نایوبی و فرمانده‌های دیگر رو هم میبینیم که از همون راه سخت بالاخره نزدیک شهر شدن. یکی از مشاورای فرمانده لاک میگه نایوبی تیمش میتونن قبل اومدن یه تعداد خیلی زیادی از ماشین‌ها رو با موج EMP نابود کنن، اما فرمانده مخالفه چون این موج سیستم دفاعی خود شهرم نابود میکنه
ولی خب از طرفی هم چاره دیگه ای نیست، اما فعلا دستوری نمیده. از طرفی هم دروازه‌ای که جلوی این سفینه است سیستمش خراب شده و نمیتونن به موقع بازش کنن تا نایوبی بیاد داخل شهر. لاک به همه خبر میده که یه جوری بازش کنید. زی که میدونه همسرش همینجاست حرکت میکنه تا قفل دروازه رو بشکنه. یکی از کاپیتانا هم میخواد همین کارو بکنه که اون نوجوان اول فیلم میره تا بهش مهمات برسونه، اما کاپیتان توسط ماشین ها شکست میخوره و قبل مرگ به بچه میگه قفل دروازه رو بشکن وگرنه از دست میدیمش. حالا نوجوان پشت دستگاه میشینه و شروع به تیراندازی میکنه. زی هم خودشو به همینجا میرسونه و با کمک هم موفق میشن که بالاخره قفل دروازه رو بشکنن. حالا که موج اول حمله تقریبا شکست خورده و سیستم دفاعی هم نابود شده، مورفیوس میگه که موج EMP رو فعال کنید تا حداقل جلوشون رو بگیریم. با فعال شدنش ماشین ها و سیستم دفاعی با هم از کار میافتن. همه فریاد شادی میکشن چون دور اول جنگ تموم شده. کاپیتان نایوبی، رولاند و مورفیوس هم به دیدن فرمانده لاک میرن. فرمانده با عصبانیت میگه به خاطر کار شماها موجی که زدید دیگه هیچی برای دفاع نداریم. اگه دوباره حمله کنن کارمون تمومه. همین لحظه هم هزاران ماشین دیگه میان و به شهر نزدیک میشن. فرمانده بمب‌هایی که دور تا دور طبقه اول ساخته رو منفجر میکنه تا کار ماشین‌ها سخت‌تر شه و بیشتر وقت داشته باشن. شورای شهر هم برقرار شده و فرمانده لاک با مورفیوس به اونجا میرن تا توضیح بدن برنامه بعدی چیه. یکی از اعضا از لاک میپرسه راست بگو، شانسی برای پیروزی داریم یا نه؟ لاک به مورفیوس اشاره میکنه و میگه از اون بپرسید چون اون بیشتر به معجزه اعتقاد داره. تنها چیزی که الان لازم داریم همینه. میریم پیش ترینیتی و نئو. بالاخره به شهر فرماندهی ماشین ها میرسن، جایی که میلیون ها دشمن کنار هم آماده این نبردن. نئو با اینکه نابیناست همه سیستم های کامپیوتری رو مثل روز میبینه. ماشینا به سفینه حمله میکنن و نئو با قدرت ذهنش یه سریشون رو کنار میزنه، اما تعداد زیاد و برای فرار به سمت آسمون میرن. ترینیتی برای اولین بار توی زندگیش یه لحظه نور واقعی خورشید رو میبینه و سری دوباره به تاریکی برمیگرده. این بار سفینه تصادف میکنه و نئو میفهمه چند تا قسمت از ماشین تو بدن ترینیتی فرو رفتن. دیگه کارش تمومه و به نئو میگه بذار فقط آخرین بوسمو تجربه کنم و همینجا جونش رو از دست میده. نئو خیلی داغون و حالش بده، به سختی خودش از سفینه بیرون میکشه. روبروی شهر ماشین ها وایساده و یه ربات فوق العاده بزرگ که رهبر همه ماشین هاست جلوش میاد. نئو که اونو مثل یه خورشید میبینه ازش میخواد با هم صحبت کنن. روی این ربات چهره شبیه آدم شکل میگیره و میگه حرف بزن. نئو میگه من یه پیشنهاد دارم. برنامه اسمیت توی ماتریکس مثل یه ویروس خیلی قوی شده. هیچ ماشینی هم نمیتونه جلوشو بگیره و خودتون هم اینو میدونید. اگه ماتریکس از بین بره، اسمیت میاد بیرون و کنترل شما ماشین ها رو هم به دست میگیره. اسمیت داره ماتریکس رو از بین میبره و غیر منم هیچکی نمیتونه متوقفش کنه. رهبر ماشین ها میگه در مقابلش چی میخوای و نئو میگه صلح. همین لحظه تو شهر زایان تمام ماشین ها متوقف میشن و آدم های آماده نبرد تعجب میکنن. نایوبی از مورفیوس میپرسه چرا دیگه نمیجنگن و مورفیوس میگه نئو میخواد به خاطر ما بجنگه. نئو توسط ربات بزرگ به هوا میره و سیمی از ماتریکس وارد سرش میشه. حالا میره داخل ماتریکس، جایی که برخلاف قبل یه شهر نابود شده و زیر طوفانه. تمام آدم ها توسط اسمیت تسخیر شدن و همشون یه کپی از اونن و دیگه همه چی رو به دست گرفته. اسمیت واقعی که کنترل بدن پیشگو رو هم به دست داره میاد جلو و به نئو میگه به ماتریکس خوش اومدی. من میتونم آینده رو ببینم و میدونم که قراره چجوری تموم بشه. قراره تو شکست بخوری و برای همینم ترجیح میدم تنهایی بیام جلو. مبارزه بزرگ شروع میشه. هر دو همه قوانین ماتریکس رو میشکنن و قدرتی فراتر از واقعیت دارن. یه لحظه نئو زمین میخوره و اسپیت میگه مرسی که بهم هدف زندگیمو یاد دادی. هدف زندگی من تموم کردن همه چیزه. نئو بلند میشه و دوباره مبارزه ادامه داره. یه بار دیگه اسپیت با قدرتی زیاد نئو رو به زمین میکوبه و میره بالا سره. بهش میگه چرا همش از جات بلند میشی وقتی هر بار شکست میخوری؟ واسه چی میجنگی؟ پول، غذا، عشق، همشون یه جور توهمن. توهمی که آدم‌ها تو زندگی پوچ و بیهودهشون ساختن تا یه معنایی بهش بدن و به خاطرشون بجنگن. نئو باز بلند میشه میگه من برای حق انتخابم میجنگم. میجنگم چون خودم انتخابش کردم. باز مبارزه شروع میشه و اسمیت دوباره نئو رو به زمین میکوبه. با دیدن این صحنه یاد چیزی که از آینده دیده بود میفته. یه دفعه به نئو میگه هر چیزی که توی نقطه شروع میشه توی نقطه به پایان میرسه. یو به خودش میاد و نمیفهمه چرا این جمله رو به زبون آورده. نئو متوجه میشه پیشگو از درون اسمیت داره مقابله میکنه و این حرفو قبلا هم بهش زده بوده. اسمیت یهو داد میزنه پیشگو پس بهم دروغ گفت، فریبم داد. یعنی از قصد این تصویر توی ذهن اسمیت کاشته بود تا به همینجا برسونتش. با عصبانیت دستش توی شکم نئو میکنه تا بدن اونو هم به خودش بگیره و همین اتفاق میفته. میگه همه چیز تموم شد. نئو که حالا شبیه اسمیته سرشو به نشانه تایید تکون میده.
تو واقعیت ماشین بزرگ قدرتی فوق‌العاده وارد بدن نئو میکنه و همین قدرت توی ماتریکس باعث میشه که بدن اسمیت از درون آتیش بگیره. یه دفعه نوری از چشماش میاد و منفجر میشه. تمام کپی های اسمیت هم همینطوری میشن و در آخر خود واقعیش هم همین اتفاق براش میفته. نئو مثل یه آنتی ویروس این فایل تخریبگر رو حذفش کرد. توی واقعیت بدن نئو با حالت شبیه عیسی مسیح از خودش نور زیادی بیرون میفرسته و نئو منجی آدم ها و ماتریکس جونش رو از دست میده. ماشین ها از زایان فرار میکنن و آدم ها فریاد شادی میکشن. این در حالیه که ماتریکس آروم آروم به حالت اصلی برمیگرده و آدم هایی که تبدیل شده بودن باز به خودشون برمیگردن. سکانس آخر فیلم معمار به دیدن پیشگو میره. بهش میگه خیلی بازی خطرناکی انجام دادی. خیلی ها رو فریب دادی تا این نبرد آخر شکل بگیره و بین آدم ها و ماشین ها صلح ایجاد کنی. اما به نظرت تا کی این صلح باقی میمونه؟ پیشگو میگه تا هر وقتی که دلشون بخواد. بعد از معمار این پرسه حالا طبق قراری که داشتیم آدم هایی که بخوان از ماتریس خارج شن و به راحتی میفرستی بیرون، درسته؟ معمارم میگه معلومه که میفرستم چون بهت قول دادم. نکنه فکر کنی منم مثل آدم ها زیر حرفم میزنم. با رفتن معمار غروب خورشید همراه با ساتی سر میرسه. بچه با ذوق به پیشگو میگه بالاخره هدف زندگیمو پیدا کردم. این غروب خورشید رو من طراحی کردم و به یاد نئو ساختمش. از پیشگو میپرسه ما دوباره نئو رو میبینیم و پیشگو میگه گمون کنم که آره و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. ماتریکس 3 یا رولوشن یا همون انقلاب خیلی خفنه. میاد در مورد این صحبت میکنه که فرق ما با بقیه ربات‌ها چیه؟ اینکه ما حق انتخاب داریم. و این خیلی چیز مهمیه، شاید در نظر سطحی باشه ولی وقتی توی بحرش بری خیلی قشنگه. وقتی ما توی بحرها با چیزهایی مثل معمار یا حالا ایجنت اسمیت یا هر کس که روبرو میشیم همشون اینو برنامه دیگه توسط یه آدم نوشته شدن و توی سیستم کامپیوتری قرار گرفتن. برای اینا تعریف نشده که شما میتونید بین چند تا چیز انتخاب بکنید. ایجنت اسمیت نمیدونه میتونه انتخاب بکنه که یه آدم خوب باشه توی ماتریکس یا همه چی رو نابود بکنه. فکر می‌کنه برنامه‌ریزیش اینه که باید همه چی رو به هم بزنه. یا معمار توی ذهنش تعریف نشده بود که یه آدم میتونه چیزهای دیگر رو انتخاب بکنه. وقتی توی قسمت قبلی دیدیم که چه انتخاب‌های جلوی نئو گذاشت و وقتی که انتخاب کرد برگرد کنار آدم‌ها بجنگه خیلی براش عجیب بود. یکی دیگه از چیزهای خفن این فیلم همون پایان‌بندی جالبشه که نئو به عنوان یه منجی میره با ماشین‌ها دست دوستی میده و میتونه بالاخره اسمیت رو نابود بکنه. اون سکانس نبردشون خیلی قشنگه، جلوه‌ای بیجاش خیلی باحاله. ولی مهمتر از اون بعد از پایان نبرد اون جایی که نئو رو نشون میده و مثل عیسی مسیح انگاری به صلیب کشیده شده. عیسی مسیح برای نجات انسان‌های مسیحی بود، اون چه اتفاقی براش افتاد دیگه. اومده بود که دینش رو ترویج بده و در آخر به صلیب کشیده شد و نئو دقیقاً انگار همین اتفاق براش میفته. چون دقیقاً توی سینمای هالیوود نقش یه دونه منجی رو داره، نقش یه دونه پیامبر رو داره که عمره تا انسان‌ها رو نجات بده. امروز به استثنا نمیتونم زیاد صحبت بکنم چون همینطوری سلام هایی میگیره. تحلیل های فیلم ها توی قسمت های قبلیش گفته بودم چیز جدیدی نداره ولی خیلی محتوای ماتریکس قویه. خیلی قشنگ میاد به انسان ها نشون میده باید از ماتریکس خارج شی چون شما حق انتخاب دارید، شما حق آزادی دارید، حق عشق دارید و میخواد بگه که درگیر این چیزهایی که براتون میسازن نشید. سیستم شما رو محدود میکنه اما شما انسانید، یه دونه برنامه نیستید که فقط همون راهی که براتون ساختن رو بتونید برید. همه شما هم میتونید راه و تغییر بدید. هر چقدر از همه طرف بهتون الهام میشه که نه شما نمیتونید فلان چیز رو عوض بکنید، نمیتونید دنبال فلان علاقتون برید، اما در نهایت این خود شمایید که تمام راه زندگیتون رو تصمیم میگیرید. حالا چه راه خوبی رو در پیش بگیرید چه راه بد. دیگه همین، مراقب خودتون باشید. دوستتون دارم. لایک کامنت سابسکرایبتون نره. روزتونم گلسی.